امید معماریان، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از دیترویت با ماست. آقای معماریان، گمان می‌کنم پیشتازی آقای ترامپ خیلی تعجب برانگیز نیست، هرچند شاید اعداد و ارقامش بازم شگفتی رو بیشتر کرده، ولی الان سوال بزرگ برای خانم هیلی و آقای دسانتس هست. چقدر فکر می‌کنید که در انتخابات پیش رو در ایالت‌های دیگر همچنان ممکنه اونها شانسی داشته باشن که بخوان پیشی بگیرن از آقای ترامپ؟ به نظرم این پیروزی خب به حال تاریخی بودش، در تاریخ سابقه نداره که در این ایالت یک نفر بتونه با رأی بالای 50% کاندیداهای رقیب خودش رو پشت سر بذاره. این یک مسئله است. همونطور که شما بهش اشاره کردین، در 99 ناحیه اون کاونتیایی که در این ایالت هست، آقای ترامپ 98 تاش رو از آن خودش کرد. این نشون میده که برخلاف حتی سال 2016 ایشون تونستن که طرفداران بیشتری رو در بلوک‌های مختلف جمعیتی و تحصیلاتی برای خودشون کسب کنن. به هر حال خانم نیکی هیلی و آقای دیسانتس روی یه سری از بلاک‌های جمعیتی تمرکز ویژه داشتن، مثلا خانم نیکی هیلی روی تحصیل کرده ها و آقای دیسانتس روی کسانی که محافظه‌کار هستن و لزوما طرفدار آقای ترامپ نیستن. ما می‌بینیم که در انتخابات آقای ترامپ عمق طرفداری خودش رو می‌بره در داخل خاک در واقع تحصیل کرده ها و تعداد تحصیل کرده هایی که تحصیل کرده دانشگاهی که بهشون رای میدن بسیار فراتر از سال 2016 هستش. بنابراین برای هر کسی که داره رقابت با آقای ترامپ میکنه، این یک خبر بسیار بد هستش، چون این یک بازگشت بسیار بزرگ رو برای آقای ترامپ نشون میده و نشون میده که نفوذ ایشون در حزب جمهوری‌خواه افزایش بسیار زیادی پیدا کرده. حالا اینکه آیا این ایالت آیوا اینو نتایجش میشه تسری داد به ایالت‌های دیگه، آیا در ایالت دیگه اتفاق میفته یا نه، این بحثی است که بعد ببینیم. متوجه میشیم که حالا برای آیوا از نظر کلی در طی 34 سال گذشته نقش کلیدی نداشته در اینکه مثلا بگیم که کسی که از در آیوا در انتخابات مقدماتی پیروز میشه نامزد حزبش میشه یا اینکه رئیس جمهور میشه، ولی در مجموع بسیاری از مؤلفه‌های انتخابات فراتر از انتظاراتی بودش که میرفت، فراتر از تحلیلایی بود که نسبت به عمق نفوذ آقای ترامپ در حزب جمهوری خواه میشه، و از این جهت میتونم بگم که مسیر بسیار سختی رو برای نیکی هیلی و دیسانتس درست کرد. برای آقای دیسانتس واقعا مسیری برای اینکه بتونه که نامزد حزبش بشه وجود نداره. بسیار و آقای ترامپ هم در سخنرانی خودش یه جوری صحبت کرد که در واقع بیایم ما متحد بشیم و اینها، در واقع گفتش که با این پیروزی برای شما نیکی هیلی و دیسانتس چیزی باقی نمیمونه، بیاین از رقابت کنار برین تا اینکه به هر حال این یعنی خودشون بشن کاندیدای حزب جمهوری خواه. برای خانم نیکی هیلی میشه گفتش که بعد بیم در نیو همشایر چیکار کنه در چند روز آینده، در نوادا، بعدش کارولینای جنوبی، و شاید مثلا بتونه که نزدیکتر بشه با آقای ترامپ، ولی اینکه مسیری برای هیچ کدوم از اینا وجود داشته برای اینکه بتونن که نامزد حزب جمهوری خواه بشن در واقع میشه گفت وجود نداره، و آقای ترامپ بلا منازع به نظر میرسه که کاملا اون کنترل حزب جمهوری خواه رو در اختیار خودش داره. در جایگاه دوم آقای دسانتس بهتر از چیزی که انتظار میرفت ظاهر شد، اینطور نیست؟ بلکه خیلی ها گمانشون بر این بودش که خانم نیکی هیلی نفر دوم خواهد شد. یادتون باشه خانم نیکی هیلی 6 ماه 7 ماه پیش ایشون مثلا تک رقمی بود حمایتی که ازش میشد، مثلا 3-4% و 5% و 6% بود، ولی اومد با آقای دیسانتس یک رقابت بسیار نزدیکی رو جلو برد. یعنی مثلا اگر باخت به آقای دیسانتس که نفر سوم شد 19-21% هستش، و در نظر بگیریم که آقای دیسانتس پول خیلی زیادی رو در این ایالت خرج کرد، یک سازمان گسترده‌ای رو ایجاد کرد در کل ایالت و که مثلا در مکان‌های حوزه‌های مختلف رأی‌گیری، در حالی که خانم نیکی هیلی چنین حضور گسترده‌ای رو نداشت، فقط در برخی از نقاط آیوا حضور به هم رسوند و به هر حال به یک گروه خاصی رو تمرکز کرد. بنابراین با توجه به میزان پولی که خرج کردن و میزان زمانی که در این ایالت گذاشتن، میشه گفتش که نیکی هیلی واقعا خب عددش بسیار خوب هست برای به هر حال زمانی که گذاشته، امکاناتی که گذاشته اینا، و دیسانتس فکر می‌کرد که مثلا بتونه که فاصله‌اش با ترامپ کمتر باشه و یا فاصله‌اش با خانم نیکی هیلی بیشتر باشه که خانم نیکی هیلی از رقابت‌ها کنار بره. اگر در این رقابت‌ها خانم یکی از این دو نفر کنار می‌رفت، خب به هر حال شرایط برای نفر دوم بسیار راحت‌تر می‌شد. بهترین گزینه برای آقای ترامپ اتفاق افتاد و اون گزینه هستش که دو نفری که نفر دوم سوم شدن فاصله‌شون انقدر از هم کم هست که باز هم در رقابت باقی خواهند موند و اجازه می‌دن به آقای ترامپ که بتونه که در با فاصله زیاد رهبری خودش رو، یعنی پیشازی خودش رو حفظ بکنه.
ممنونم از شما امید معماریان، تحلیلگر و روزنامه‌نگار از دیترویت با ما.